درود بر عاشقان ایران همیهنان شجاع و باشرافتم در این جمعه سرد پاییزی با اخباری داغ و مهم از تحولات 24 ساعت گذشته ایران و منطقه در خدمت شما سربران گران قدر هستیم اشتباه تاکتیکی و جبران ناپذیر جمهوری اسلامی دولت آمریکا رسما نظام علی خامنه‌ای را مقصر حملات اخیر اعلام کرد اتحاد دوباره دانشجویان در راه است راهکارهای هوشمندانه دانشجویان برای فرار از سرکوب و ادامه دادن مبارزه اما قبل از مشروع این اخبار یادی میکنیم از فرزند برومند و شجاع ایران زمین محسن شکاری سربهداری که در راه آزادی ایران جان با ارزشش را فدای میهن و ملت بزرگ ایران کرد یاد و نامش تا ابد در قلب ما خواهد ماند و تا روز آزادی از پای نخواهیم نشست حتما در انتهای این برنامه به یاد جاوید نام محسن شکاری به فارسی و انگلیسی کامنت بگذارید تا یاد این عزیز سربدار برای مبارزین راه آزادی تازه بشه. ستاره ها اعدامیان ظلمت به خاک اگرچه چه می‌ریزن هر دوباره برمیخیزند برای محسن شکاری جمعه 17 آذر تهران اشتباه تاکتیکی و جبران ناپذیر جمهوری اسلامی دولت آمریکا رسما نظام علی خامنه را مقصر حملات اخیر اعلام کرد در خبری مهم و قابل تعمل در حالی که در روزهای اول جنگ اسرائیل و حماس دولت مردان آمریکایی مدام نقش جمهوری اسلامی در حملات هفته اکتبر را انکار می کردند حال بلند مرتبه ترین افراد دولت آمریکا شروع به تایید نقش جمهوری اسلامی در حملات اخیر بر علیه آمریکا و اسرائیل کردند این اظهارات اخیر دولت مردان آمریکایی و اقدامات اخیر ارتش این کشور در خلیج فارس نوید روزهای سخت و شوکه کننده ای برای حکومت علی خامنه ای و فرماندهان سپاه می دهد. بر همین اساس آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 16 آذر ماه در کنفرانس خبری با همتای بریتانیایی خود گفت حملات پهبادی و موشکی شبه نظامیان با حمایت و کمکهای نظامی جمهوری اسلامی صورت میگیرد وزیر خارجه آمریکا که درباره جنگ در غزه صحبت میکرد گفت ما شاهد حملات کاملا غیرقابل قبول به کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن بوده ایم. این حملات باید متوقف شود آقای بلینکن در ادامه تصریح کرد ما دلایلی داریم که این حملات با حمایت و کمک های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به حسیه صورت گرفت این اظهار نظر بلینکن از آغاز جنگ اسرائیل و حماس بی سابقه بوده و برای اولین بار است که دولت آمریکا رسما جمهوری اسلامی را مسئول حملات گروههای شبه نظامی منطقه اعلام می کند. در همین زمینه یک مقام ارشد کاخ سفید بیشتر در روز پنجشنبه گفت آمریکا معتقد است که حکومت ملهها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شبه نظامیان حوسی در برنامه ریزی و اجرای حملات موشکی و پهبادی به اسرائیل و کشتیها در دریای سرخ کمک می کند. جان فاینر معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در مجمع امنیتی آسپن سخنرانی میکرد گفت ما معتقدیم که ملهها در انجام این حملات دخالت دارند در برنامه ریزی اجرای آنها صدور اجازه به چنین حملاتی و در نهایت حمایت از آنها مشارکت دارند در همین ارتباط یک مقام امنیتی اراق اعلام کرد دستکم سه راکت در بامداد جمعه سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد را هدف قرار داد و به اطراف این منطقه که ساختمانهای دولتی و دیپلماتیک در آن قرار دارد اصابت کرد بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه آمریکا رژیم ملهها در تهران را مسئول مستقیم این حمله عنوان کرده پس از این حمله آمریکا از عراق خواست که از دیپلماتهای خارجی محافظت کند یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش فاش شود روز جمعه به این خبرگزاری گفت که آژیر هشدار به صدا درآمد و صدای ضربه احتمالی در نزدیکی سفارت آمریکا و پایگاه اتحادیه سوم جایی که نیروهای اطلاف بین المللی ضد تروریسم در آن مستقر هستند شنیده شد این اولین حمله گزارش شده علیه سفارت ایالات متحده در پایتخت عراق از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در اوایل اکتبر است یک منبع اطلاعاتی در ارتش آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته که تبعات حملات اخیر از طرف شبه نظامیان وابسته به تهران برای جمهوری اسلامی و علل خصوص رهبر دیکتاتور آن گران تمام خواهد شد. گویا جمهوری اسلامی که در طول دو ماه گذشته مدام در حال انکار نقش خود در حملات اخیر به اسرائیل و نیروهای آمریکایی در منطقه بود، دوچار اشتباهات تاکتیکی غیرقابل برگشتی شده است. بر همین اساس اداره ملی سایبری اسرائیل با انتشار ای از حمله سایبری دوباره جمهوری اسلامی به زیر فناوری اطلاعات، آب و انرژی این کشور خبر داد. مقام های اسرائیلی گروه هکری مصوم به پلونیوم را که به وسیله وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اداره می شود، مسئول این حملات معرفی کردند. در بیانیه منتشر شده، به همکاری مشترک جمهوری اسلامی و لبنان برای اجرای این حملات سایبری اشاره شده است. به گفته اداره ملی سایبری اسرائیل، جمهوری اسلامی در پی این حملات به دنبال جمع ورگی اطلاعات و انجام عملیات تخریبی علیه زیرساختهای این کشور بود است یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با نشریه آمریکایی نیوزویک گفته که مجموع اقدامات جمهوری اسلامی در طول سالیان گذشته غیر قابل چشم بوشی و غیر قابل بخشش است این تحلیلگر آمریکایی در خصوص آینده نظام به این نشریه گفته که به طور حتم دولت مردان اسرائیلی به این جنبندی رسیدند که بعد از نابودی کامل حماس و شبه نظامیان وابسته به نظام در منطقه به سراغ سر در تهران بروند و نسخه حکومت ملهها در ایران را یک بار برای همیشه در هم بپیچند حال باید منتظر ماند و دید در روسا و هفته های آینده چه فعل و انفعالاتی در منطقه رقم خواهد خورد تا به اینجای کار که اسرائیل قدم به قدم در پلن بزرگ خود در غزه موفق ظاهر شده و انتظار می در هفته های پیش رو نابودی کامل حماس رقم بخورد اتحاد دوباره دانشجویان در راه است. راهکارهای هوشمندانه دانشجویان برای فرار از سرکوب و ادامه دادن مبارزه. گروهی از دانشجویان شش دانشگاه بزرگ ایران در پیام مشترکی جمهوری اسلامی را به توحش مرتجعانه علیه دانشجویان متهم کردند و خواستار هماهنگی دانشجویان معترض با اسناف و خیابان شدند. پیام این دانشجویان به مناسبت روز 16 آذر منتشر شده که در ایران روز دانشجو نام دارد. این دانشجویان از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی یا ملی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و دانشگاه یزد هستند. در متن بیانیه مشترک آنها آمده است گروه های سنفی معلمان، کارگران و غیره سابقه فعالیت و شبکه طولانی در ایران دارند و ارتباط و همکاری با آنها می هماهنگی میان دانشگاه ها، اصناف و خیابان را تقویت کند. در جریان اعتراضات اخیر سراسری در ایران دانشگاه ها یکی از کانون های اصلی اعتراضات بود اما اصناف مختلف نیز با برگزاری اعتصاب و تجمع به این اعتراضات پیوستند همچنین مردم عادی با حضور در خیابان ها به مدت چندین ماه به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری بیش از 500 معترض را کشتند و دانشجویان را نیز شدیداً سرکوب کردند دانشجویان شش دانشگاه ایران همچنین راهکارهای دیگری را برای تداوم فعالیت و حیات سنفی خود پیشنهاد کردند. تمرکز بر فعالیت‌های غیرعلنی، تشکیل شبکه‌های دانشجویی، انتشار نشریات با مجوز یا بی و یادداشت‌های تحلیلی مطابق شرایط، ایجاد فضاهای امن برای روایت و تحلیل فردا، گفتگوی جمعی در ها و در میان شبکه‌های کوچک امن با محوریت تحلیل وضع موجود ارسال بیانیه ها و نامه ها، استفاده از رسانه های بین المللی و استفاده از ظرفیت های فضای مجازی از این راهکار هاست. این دانشجویان بر مقاومت در برابر جمهوری اسلامی تاکید کرده و نوشتند اکنون که دستگاه سرکوب با مداخله حداکثری در فضای دانشگاه به دنبال خاموش کردن صدای جنبش دانشجویی است مقاومت در برابر این بی حد و حصر که حذف تشکلهای دانشجویی و علم کردن آین انضباطی ضد دانشگاهی فقط جلوه های از آن است ضروری تر از هر زمانی به نظر می رسد. دانشجویان شش دانشگاه ایران همچنین به آلوده کردن فضای دانشگاه به نیروهای نیابتی و انقلاب فرهنگی دائمی اشاره کردند و خطاب به حکومت نوشتند نمایندگان شما را به رسمیت نمیشناسیم و ارزشی برای حضور جلادانی که دستشان آلوده به خون آزادی خواهن است قائل نیستیم آنان بار دیگر خطاب به حکومت تاکید کردند که دانشجویان تا روز رهایی از هر نوع ستم حاکم بر دانشگاه و جامعه هیچ گونه سازشی از خود نشان نخواهند داد. جمهوری اسلامی پس از سرکوب گسترده اعتراضات، اقدامات بیشتری را برای کنترل دانشجویان دانشگاه های سراسری کشور آغاز کرده است. اما دانشجویان نوشتند که آین نامه و شیوه های جدید حکومت در مورد حجاب اجباری توسط دانشجو پذیرفته نشده و نمی شود. فعالان دانشجویی تشکلها و نهادهای دانشگاه مختلف در آستانه ی روز دانشجو بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند آنها نوشتند دانشجویان در کنار سایر اخشار و معترضان با تکیه بر پیروزی هایی که مقابل دیکتاتورها و زورگویان به دست آمده انقلاب زن زندگی آزادی را تا پیروزی کامل پیش میبرند نویسندگان این بیانیه روز 16 آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و گفتند امسال برای دومین بار این روز به نام جنبش زن زندگی آزادی آغشته است. سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی فراخانهای سه روزه برای اعتصاب سراسری همزمان با روز دانشجو منتشر شد علاوه بر اصناف و کسب دانشجویان دهها دانشگاه کشور نیز در روزهای چهاردهم پانزدهم و شانزدهم آذر به اعتصاب سراسری پیوستند و از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند پیش و پس از آن فضای دانشگاه های کشور شاهد اعتراض تحسن و تجمع های دانشجویی گسترده بود به طوری که جنبش دانشجویی در سال گذشته به گفته ناظران به یکی از موثرترین بخش های خیزش انقلابی تبدیل شد امضا بیانیه یادآور شدند دانشجویان مبارز پیشرو انقلابی رادیکال مدافع برابری سکولار و آزادیخواه از فعالترین، متشکلترین و سرسختترین بخش های جامعه در مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده و هستند. به گفته نهادها و فعالان دانشجویی امضا کننده بیانیه تداوم اعتراضات و مطالبه گری در دانشگاه ها تلاش های حکومت را برای سرکوب دانشجویان بی اثر کرده است. به گفته آنها دانشجویان و بخش عظیمی از جامعه هر سال در روز 16 آذر نه بنیادین خود را علیه هر نوع دیکتاتوری و جمهوری اسلامی فریاد میزنند. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران می رسیدیم. تیم خبری ما با تحلیل های بروز و دقیق سعی در آگاه سازی و حل کردن مسائل پشت پرده اخبار روز بدون سانسور برای شما همراهان عزیز رو داره. با لای کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خودتون در ارتباط با این اخبار یادی رسان تیم خبری آوای ایران باشید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.